وعده عربستان سعودی بر حمایت از پروسه صلح افغانستان. ملک سلمان پادشاه عربستان در دیدار با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرد که عربستان سعودی همه امکانات خود را برای دستیابی به صلح در افغانستان در خدمت این کشور قرار می‌دهد. سعودی از حامیان پیشینی طالبان در افغانستان پنداشته میشه، اما آیا عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟ سلام به برنامه خط کابل، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم خانم مسعوده کروخی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، و آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار. بسیار خوش آمدید مهمان. زنده باشید. آقای پریانی، با توجه به پیشینه حمایت عربستان سعودی از طالبان در زمان امارات طالبان در افغانستان و پس از او تمویل برخی از جبهات جنگ، شما به این باور هستین که سعودی در پروسه صلح با طالبان کمکی بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب استاد کروخی، وکیل مردم دوست هرات، فکر میکنم که بحث صلح پیچیده تر از انتظارات است که ما داریم، به این معنا که کشور عربستان سعودی یک نگاه استراتژیک به بحث افغانستان در منطقه داره. این نگاه استراتژیکش متاسفانه مشمول اهداف بلند مدت پاکستان در منطقه هم هست. بنابراین اون اهداف استراتژیک نمیتونه یک شبه با سفر مقام بلندپایی دولتی به کشور از کشوری تغییر بکنه. از این لحاظ زیاد انتظار ما بر این نیست که عربستان سعودی گام های کلانی را در راستای برگزاری صلح در افغانستان برداره. اما اینجا شاه عربستان گفته که هر آنچه ما در اختیار داریم در بحث صلح در خدمت حکومت افغانستان قرار میتیم. فکر نمی کنید که واقعا اینجا عربستان سعودی وعده درست کرده باشه؟ خب از این وعده ها بارها شده، اما در عمل ما چیزی را ندیدیم. و گفتم نگاه عربستان به افغانستان یک نگاه بسیار عمیق و استراتژیک در منطقه است. تا اون نگاه عوض نشه، همکاری های تاجران عربستان، همکاری های حلقات در درون دولت عربستان، همکاری های برخی از دیگه کشورهای عربی روی دلایل حالا نگاه های دینی شان یا نر نگاهی که اونا دارن در حمایت از طالبان قطع نمیشه. مهم است که حالا ما چه راهکار باید تبیین کرده باشیم برای جهان که و کشورهای کلان چی تصمیمی را گرفته باشند در مورد افغانستان که در چارچوب او فقط قدم‌های برای حل بحران افغانستان و ختم جنگ برداشته شود. بنابراین این سفرها تاثیرگذاری شده در عرصه‌های تجارتی و غیره میتونه داشته باشد در زمینه ایجاد روابط بیشتر بین کشورها، اما اون مسائل جنگ مثل جنگ افغانستان که مشمول بازی های کلان استخباراتی است امروز تنها در دست عربستان هم نیست. عربستان حالا اگر صادقانه هم بخواد کاری بکنه فقط در حد توصیه های برای فرض کنیم حالا نگاه استراتژیک هم به جنگ صلح افغانستان نداشته باشه، میتونه فقط در حد توصیه های برای پاکستان و برخی از طالبانی که با عربستان ارتباط داشته باشند داشته باشند. یعنی شما میگین که نمیشه امیدوار بود از کمک عربستان در پروسه صلح افغانستان؟ من اول باور به این ندارم که بسیار زود عربستان وارد بازی شود که بخواهی از صلح در افغانستان به وجود بیاید. و از طرف دیگه بحث طالبان و جنگ بسیار یک بحث پیچیده شده. در کنار از اینکه 70% منافع پاکستان در جنگ در واقع طالبان در افغانستان است، این گروه تبدیل شده به گروه چند پارچه عملیاتی در راستای منافع بسیاری از حلقه های دیگه هم. والا برچیدن این گروه بسیار دشواری های خود به امراه داره. سپاسگزارم. خانم کروخی، پیشینه ای که عربستان سعودی از در حمایت از طالبان داره و یعنی از کشورهای از نخستین کشورهایی بود که امارات اسلامی طالبان را به رسمیت شناخته بود و در جبهات جنگ در این اواخر هم برخی از حرفای وجود داره که عربستان به طالبان کمک میکنه، فکر میکنید که با توجه به همین پیشینه عربستان آنچه که کنون وعده داده به حکومت افغانستان او را به شکل درست و صادقانه عملی بکنه؟ به نام خدا، با عرض سلام و احترامات خدمت پریانی صاحب و بینندگان محترم. شما ببینید شرایط امروزی جهان و منطقه
تا با گذشته کاملا متفاوت است. در اون وقت و زمان سوریه هم وضعیت امروزی نداشت، عراق هم نداشت، حتی یمن هم نداشت و خبری از داعش هم نبود. من فکر میکنم رویدادهای اخیر خصوصا و خصوصا آسیای میانه و مسائل همین منطقه ای که در همین جا هسته متقاعد ساخته رهبران مثل شاه عربستان سعودی که ادامه جنگ به نفع هیچ کس نیست. حال کار به جایی رسیده که امریکا و روسیه بارها و بارها با هم میشینم آتش بس اعلان میکنم، باز هم نمیتونم که حتی همون آتش بس اعلام شده ای که دو قدرت به زبانت از اونا آتش بس بسته میشه متاسفانه رو حفظ کرده نمیتونم و باز او میشکنه. من فکر میکنم با نظر داشته شرایط فعلی عربستان امریکا و جهان به این نتیجه، حتی من امروز شنیدم که بالاخره روسیه گفت ما دیگه حلب بمبارد نمی کنم. از این همه بمبارد به جز از این که انسانهای بیگناه همه به خاک و خون کشانده شدم، مکاتب شفاخانه ها ویران شد، من فکر میکنم که نگاه این مرحله فعلی با در نظر داشته وضعیت فعلی عربستان اگر در افغانستان صلح و ثبات بیاید، در اینجا بیشتر کسانی که در اینجا جنگ تجربه کردم، در اینجا توانمندی جنگی پیدا کرده، اینا میرم به داعش. بله، من فکر میکنم با نظر آقای پریانی در مورد روابط عربستان و پاکستان صحبت کرد و گفت که در منطقه عربستان خواهان یک پاکستان قوی شما ببینیم تحلیل از اوضاع و احوال یک موضوعی از لحاظ زمانی و مکانی بسیار مهم است که بعضا تصامیم، بعضا استراتژی ها مطابق به شرایط اوضاع و احوالی که فعلا حاکم است در منطقه و در جهان رهبران تصمیم میگیرم. من به این نظر هستم، من به این عقیده هستم سفر دکتر صاحب عبدالله به کشور عربستان سعودی مطمئن هستم که دستاوردهای با خود داره و چنانچه شما در تای امین گاردین که دیروز یک مسئله او افشا کرد که صحبت‌های در قطر بین رده‌های بلند دولت افغانستان و از طالبان صورت گرفته، حتی محمد یعقوب پسر ملا مهد عمر به زودترین فرصت به این پروسه می پیونده، حتی حکمتیار صاحب امون روزی که بیانیه خور ایراد کرد، حتی از ملا رسول نام برد، حتی ما یک دو روز باز پیشتر یکی از امون نماینده های حزب اسلامی که در اینجا آمدن اونا از اونا سوال شد. یعنی شما میگین که خانم کروخی که پروسه صلح افغانستان به طرف مسیر درست میره؟ بله. اما برعکس یک تحلیل دیگر بر این است که اگر جهان بخواهه اما برعکس یک تحلیل دیگر بر این است که در افغانستان جنگ های دیگر جدیدا آغاز شده از طرف برخی از کشورها مشمول افغانستان شده. ما چند وقت پیش باور کنیم چند وقت پیش که از وقتی که گفتم اختر منصور رفته بود با پوتین نشسته بود، من خوب به خاطر دارم در یک 26 دل دقیق بیادم نیسته که معاون وزارت خارجه روسیه گفت همون طوری که نیروهای روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی همون وقت شکست خورده افغانستان ترک کردن، باید نیروهای امریکایی هم شکست بخوره و افغانستان ترک کنه. حال نگاه روسیه فعلی با نگاه 3 سال پیش کاملا متفاوت است. روسیه عرض اندام کرده، اینجا رقابت ها هست، اینجا قطب بندی ها هسته. اگر عربستان سعودی و دوستان و همکاران نادست با کار نشم و جلوی جنگار ادامه از این مهار نکنم، کاملا ادامه جنگ در افغانستان درسته که قربانی و بدبختی و مصیبت ما مردم متحمل میشیم، اما مطمئن هستم که در این بازی باز هرچی نباشه عربستان متحد دیرینه ایالات متحده آمریکا هست. در اینجا علی همین جنگایی که در شمال هست از یک سال به این طرف، ما خیلی از رسانه‌های معتبر جهانی به سوی واشنگتن پست، نیویورک تایمز اینا میشنیدم که در اون وقت در مقالات تحلیلی خود میگفتم که جنگ و قندوز و گپا اینا همه به تحریک و به حمایت روسیه میشه. بدخشان شما ببینیم
امروز وضعیت این خیزش‌های مردمی ببینیم بنوا و اقسام که کسی نمیفهمه از کجا اینا مسلمشن. بنابراین وضعیت امروزی که پریانی صاحب میگم، من با اینا موافقم که در گذشته دیدگاه‌ها دیگر قسم بود، اما امروز شرایط امروزی با شرایط امروز هم دیگرگونه است. تشکر آقای پریانی. در پلوی از اینکه خب یک تحلیل بر این است که عربستان سعودی یک جنگ نیابتی را در اینجا جدید برای انداخته در مقابل برخی از نفوذ برخی از کشورهای دیگری مثل ایران، یعنی فکر نمی‌کنید در پلوی از اینکه عربستان در پروسه صلح افغانستان کمک نخواهد کرد، یک تراژدی دیگری هم خلق خواهد کرد که کنون او سناریوی دولت تطبیق است؟ بحث افغانستان و منطقه از مدت به این طرف دچار یک سلسله حوادث جدید شده، اما این حوادث جدید در ادامه امو فرایند جاری شکل میگیره. به نوع نمونه شما ببینین، با هر تحلیلگری که شما بنشینین، با هر آگاهی که صحبت بکنین، اگر بحث آمدن آقای حکمتیار مطرح میکنه و جای از اینکه چهار تا چراغ سبز در پشت این آمدن برای صلح و ثبات افغانستان نشان بده، 12 تا چراغ سرخ برای بدبختی بیشتر مردم مثلا در با سناریوی آمدن از اونها نشان میده. این از اینجا نشأت میکنه که اون رقمی که خانم کروخی هم گفتن در تعاملاتی که در شمال افغانستان اخیرا صورت گرفته و همون نکته که بیشتر ما گفتم که حالا طالبان تأمین کننده منافع جریان ها، حلقه ها و کشورهای زیاد دیگه در منطقه در افغانستان هم هستند. هر کس میتونه با این گروه بازی دلخواه خود انجام بده. بنابراین بحث صلح شامل یک سلسله پیچیدگی های شده که انتظارات را که مارچ 3 و 4 و 5 بکنیم که در مساوی ما را به کرسی ده صلح بکشانه، نمیتونه در عمل منطقه خود پیدا بکنه. یک سلسله چیزایی هست که در تیوری های تعیین شده درست از آب برمی آید. تیوری ها را یک تیوری به این طرف شما میتونید ترسیم بکنید، یک تیوری هم در تضادش نقشه بندی کنید. هر دو تیوری بر بال منطق خودش رو سوار هستن و سیر میکنن، اما زمان شما در عمل میبینین که در درون این تیوری ها سناریوهای است که تیوری به جای خودش میمونه و سناریو به شاخه های دیگه تقسیم میشه تا در واقع و در راه را به هدفش بکشانه. در افغانستان از مدت به این طرف پاکستان به شمول اون کشورهایی که حامیش هست یک سلسله برنامه هایی را طراحی کرد. یکی از این کلانترین برنامه ها است که پاکستان با نشستن بر بال افراطی‌گری و قومیت غالب در افغانستان خود بکشانه به شمال افغانستان که نقاط نفتخیز است و پس از اون نقب بزنه چه در چوکات خلافت، چه در چوکات امارت، چه هم در چوکات دیگه با آسیای مرکزی. سال هاست که بحث انتقال نفت از آسیای مرکزی به پاکستان یک رویاست. زمانی که بحث تاپی مطرح شد، اگر به یاد داشته باشین ما و شخص شما روی بر سر قبر جنازه یکی از شخصیت‌های فرهنگی افغانستان بودیم که شما از تاپی یاد کردین و ما گفتم تی تاپی میمانه و در ماندگار میره نوشتیم. او کلند اونجا زده شد اما به علف افغانستان نرسید، از تی ترکمنستان. یعنی یک کشور در پی اهداف استراتژیک خود است که از هر طریقی میخواد به او دسترسی پیدا کنه. یعنی شما برخلاف دیدگاه خانم کروخی گفت که خب وضعیت جهان قسم تغییر کرده که امیر وضعیت متاسفانه در سطح آمریکا و روسیه با توجه با آنچه در خاورمیانه و سوریه میگذره تحولات و تعاملات در افغانستان رخ میده. پاسخ هم دیگر اینو میتونن در افغانستان به که دیگهشون جواب سوالی که در سوریه خلق میشه در افغانستان بتن. اما کشوری که در پشت سر ما و نسبت به ما یک تونل حفر کرده به نام پاکستان، در روی استراتژی هیچ تغییری نامده. در استراتژی که قدرت های کلان در سال های 90 پیش از او برای افغانستان مطرح کرده بودند که می خواستن با بال جهاد در واقع او پروگرام های خود را تطبیق بکنن، او تیورو هنوز تغییر نکرده. او تیورو هنوز پابرجاست. هنوز هم ما در تداوم جنگ سرد قرار داریم که فکر می کردن به صورت تیلگران ختم شده. بنابراین اهداف سر جا هست، برنامه ها سر جا هست، هیچ انعطاف صورت نگرفته. الهی که بحران در قسمت های از جهان ایجاد شده، او هم تاثیر گذار است سر افغانستان. اما اونگونه که آمده باشه برنامه پاکستان رو تغییر داده باشه، برنامه استراتژی فکری مذهبی عربستان در آسیای مرکزی رو تغییر داده باشه، برنامه مثلا زیر کنترل در آوردن
روسیه از طریق امریکا را در افغانستان تغییر داده باشه، برنامه حاکم شدن بر منطقه تغییر داده باشه. تشکر. اینا را تغییر نداده متاسفانه. خانم کروخی، شما گفتین که خب اکنون وضعیت تغییر کرده و به نقش عربستان سعودی خوشبین بده، اما آقای پریانی گفت که استراتژی همان استراتژی است. نه، من نمیپذیرم. استراتژی ها همیشه در حال تغییر و تحول است. مطابق بزرگترین استراتژیست های جهان امروز با در نظر داشت لحظه به لحظه تغییراتی که در جهان و در منطقه و در هر کشور که هم پیمان هستم و شریک هم دیگر هستم، اونا لحظه به لحظه مطابق به شرایط. من خوب خاطر دارم وقتی که اوباما به دور اول که او رئیس جمهور شد یک استراتژی در قبال افغانستان وضع کرد، بعد از چند ماه پس دوباره تجدید کرد استراتژی. گفت روز اول میگفت ما از ارزش‌های دموکراسی و چنین و چنان حمایت میکنیم، بعد ازی گفت ما نه باشیم شما بعد ازی حمایت از تروریسم در منطقه که تغییر نکرده. شما ببینیم، خب شما ببینیم مانور نظامی که پاکستان با روسیه داشت، شما تا حال به تاریخ کشور و دولت پاکستان تا حال شاهد یک مانور نظامی که با پاکستان بگیره بودیم؟ وقتی که امریکا به هندوستان نزدیک میشه، امریکایی پیامه میرسونه، ببخشیم پاکستانی پیامه به امریکا میرسونه که اگه تو به روسیه نزدیک شی، باز من میتونم به این طرف نزدیک شم. حال شما ببینیم، باور کنیم، وقتی که اختر منصور بعد از یک ماه از جمهوری اسلامی ایران میخواد داخل پاکستان بشه، زده میشه. امروز وضعیت طور دیگه هسته. امروز طالبا باور کنیم جنگایی که در غرب است، همین جنگایی که در فراه هست، امروز استخبارات منطقه هست و ما متاسفانه همه استخبارات روسیه با تمام قوت کار میکنه. همون طوری که شکست خورده رفته، این هم شکست خورده بره و ما بیشتر فشار میاریم، میگیم پاکستان خواسته، پاکستان که امروز تمام مشکلی که داره با هندوستان داره و چنه میزنه. اما شما رابطه پاکستان و عربستان سعودی را هم فراموش نکنین. بله، تطبیق برخی سناریوهای های کلان توسط پاکستان. چرا نه؟ بسیار تاثیر گذار است. من قبول دارم بناهن کشور عربستان تاثیرات خاص خود به سر دولت مردان پاکستان داره، بناهن این میتونه که تاثیر گذار باشه. آقای پریانی در اول صحبتهای خود گفت که خواست عربستان سعودی یک پاکستان قوی در منطقه است، درست؟ و اگر افغانستان هم قوی باشه، فکر کنم که به ضرر عربستان نیسته. حالی تشویشی که امروز در همین منطقه تمام سیاست های این منطقه دو تا بازیگر داره، یکی عربستان است یکی ایران است. این دو تا عملا وقتی که عربستان احساس کرد که نفوذ ایران در افغانستان زیاد شده میره و در اینجا دست بالایی داشته باشه، به هیچ عنوان عربستان ایر تحمل کرده نمیتونه و عربستان متوجه شده که امروز بیشتر طالبا تمویل و تجهیز از آدرس روسیه و ایران، اینا همونطوری که با روسیه اینا یک اتحاد تشکیل دادم، فعلا در افغانستان هم همین وضعیت هست و این برای عربستان غیر قابل تحمله. وقتی که میگه از همه امکاناتی که دارم برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به کار میبرم، این وعده ها در زمان اول حکومت وحدت ملی هم انجام شده بود. یعنی رئیس جمهور غنی بارها سفر به عربستان سعودی داشت به خاطر آوردن طالبان به میز مذاکره. دیده شد که این پروسه ها چند بار به بنبست مواجه شد و اکنون به بنبست نهایی رسید. در اون وقت و زمان اگه ما به خاطر داشته باشیم، عربستان، همی کشورهای ائتلافی که به رهبری عربستان است، مثلا در یمن تمام مخالفین بشار اسد از آدرس عربستان سعودی تمویل میشه. اونا در اون وقت فکر میکردن که به زودترین فرصت اونا بشار اسد سقوط میدن و دست بالای عربستان در سوریه داره. وقتی که روسیه مستقیما در اونجا مداخله کرد و یک هماهنگی و وحدت با روسیه یک جا شد، انال عربستان از اون حالت بیرو شد که مبادا ان قریب باز مورد تاخت و تاز روسیه و ایران افغانستان قرار نگیره. بناهن دیگه بیتفاوتی عربستان در قبال مسئله افغانستان به ضرر خود عربستانه تا که به ضرر ما باشه. آقای پریانی، خانم کروخی گفت که استراتژی تغییر کرده و نمونه هایی از
تعاملات قدرت ها را در سطح دنیا و منطقه اشاره کرد. دقیقاً به برخی نکات که خانم کروخی اشاره کردن مثلا هم اگذارم، اما حرف ما ایست که حالا استراتژی ها برای رسیدن به هدف تغییر می کنند. هدف مهم است، اما هدفی که در افغانستان تعبیه شده او تا هنوز تغییر نکرده، هیچ انعطاف نسبت به او سیاست ها دیده نمیشه. هنوز افغانستان عمق استراتژیک پاکستان است، هنوز افغانستان کانال عبور با سیای مرکزی برای سلاح سیاسی و کشاندن لوله برای انتقال نفت است. حتی جداست پاکستان، کشورهای کلان دیگه در خاورمیانه به نفت آسیای مرکزی چشم دوخته هستند که در دوران طالبان، حالا یک بحث دیگه است که وزیر ما آغاز بکنه چه اتفاقایی قرار بود بیفته. نکته دیگه است که بسیار مواظب باشیم که ما کنش های آنی و ناشیانی کشورها در برابر رقبای کشور دیگه را دال بر طریق تغییر بنیادی سیاست کشوری در برابر کشور قلمداد نکنیم. چندی پیش اگر از مناور مشترک روسیه و پاکستان حرف زده شد و بحث و حیرت برخی از سرگران برانگیخت، ما مواظب بودیم، رصد کردیم وضعیت. شما دیدین که به زودترین فرصت ممکن نارندرا مودی رفت به روسیه و شدیدترین حرف ممکن در برابر پاکستان از پهلوی پوتین زد. کلانترین قرارداد بین دو کشور مطرح کرد و کشیدگی هایی که در مدت کمی بین دو کشور احتمالا ایجاد شده بود اونا گفتن ما رفع کردیم. یعنی چه چیزی ایجه امتیاز بوده برای پاکستان؟ نکته است که قدرت هایی که در تداوم و فرایند تعاملات با هم متحد و استراتژیک شدن روی اهداف کلان تکیه کردن، در تحولات و تعاملات کوچکتر نمیتونن این را بسکلانن و ما فکر بکنیم که اوضاع کامل از این رو بیمرو شده. نه، فقط بازی های استخباراتی یک مقدار در افغانستان اگر بحث بکنیم یک سلسله تحولات میتونه متفاوتر بسازن این دست با آن دست بکنه و مقنعی است، اما بحث کلان و دانه کلان مصرف کلان پابرجاست. تشکر آقای پریانی و خانم کروخی از ظهورتان در برنامه خط کابل امشب و شما تشکر مندای عزیز همکارم رازقیار. پس از وقفه کوتاه مروری بر روزنامه و سایت‌های خبری دارد. تا برنامه بعد خدا نگهدار. سلام و وقت بخیر، من رازقیار هستم. به بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید. گفتگوهای پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح و مطرح کردن سه خواست از حکومت افغانستان و حمایت عربستان سعودی از پروسه صلح در افغانستان از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است. طالبان مسلح سه خواست را در مذاکرات غیر رسمی از حکومت افغانستان مطرح کردند. دو منبع طالبان به خبرگزاری رویترز تایید کرده که در این اواخر بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مرکز قطر مذاکرات غیر رسمی صورت گرفته است. این منبع افزوده است که طرف حکومت افغانستان و آمریکا از آنها خواسته که با اعلام آتش بس و گذاشتن اسلحه به مذاکرات صلح رسما داخل شوند. این منبع افزوده که طالبان هم تقاضا کرده که آنها به حیث یک حرکت سیاسی به رسمیت شناخته شوند، رهبران آنها از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج گردد و محبوسین آنها رها گردند. رئیس جمهور غنی میگوید در بخش بلند بردن قوای بشری در کشور باید تغییرات اساسی وارد شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی در جلسه شورای عالی منابع بشری گفته است که در 15 سال گذشته به افراد بی‌بضاعت در افغانستان توجه نشده است. در ادامه به نقل از وی آمده که حکومت مصمم است تا شمار از افراد بی‌بضاعت را برای کسب آموزش و مهارت به چین و هند بفرستد. آقای غنی گفته که به دلیل کمبود نیروی مسلکی در کشور در حال حاضر 60,000 کارگر خارجی در افغانستان مصروف کارند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش به موضوع صلح پرداخته و گفته است که مقامات عربستان سعودی از پروسه صلح این کشور حمایت کردند. در مطلب آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در جریان سفرش به ریاض گفته است که حکومت افغانستان اراده قوی برای تامین صلح دارد و از حکومت شاهی عربستان سعودی خواسته است تا در این زمینه با کابل همکاری کند. نویسنده مطلب گفته است که مقامات عربستان سعودی نیز به هیئت حکومت افغانستان اطمینان داده که کشورش آماده هر نوع همکاری در راستای تامین صلح در افغانستان است.
رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح 17مین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل و روز جهانی زنان روستایی گفت با آنکه وزارت زراعت در بخش های پیشرفت کرده اما در مدیریت آب ناکام بوده است. پایگاه اینترنتی صدای آمریکا نگاشته محمد اشرف غنی در این مراسم صحبت می کرد گفت مدیریت آبهای کشور نقش اساسی در افزایش حاصلات زراعتی دارد. بر اساس ارقام رسمی افغانستان در حال حاضر کم از کم 24 میلیارد متر مکعب آب دارد، اما هنوز هم دارای سیستم منظم مدیریت آبی و شبکه های آبرسانی نیست. و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از فعالیت سربازان ایتالیایی در افغانستان ستایش کرده است. پایگاه اینترنتی رادیو آزادی نگاشته آقای اوباما دیروز بعد از ملاقات با نخست وزیر ایتالیا به خبرنگاران در واشنگتن گفته در حالی که داعش در افغانستان برای گسترش حضور خود تلاش می کند، ایتالیا در تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغان نقش مهم خود را بازی می کند و به حمایت خود از پیشرفت این کشور ادامه می دهد. اعضای اروپایی پیمان ناتو در افغانستان مجموعاً 5000 سرباز دارند. از همراهیتان تشکر. تا بعد، خدا نگهدار.